فصل فصل جنبو جوش است. بوی پسته تازه در تمام دشت پیچیده. تقریبا تا ساعت ها 2-3 از کار میکنیم. تقریبا روزی 300 الی 400 کیلو پسته باشه میچینیم. از رفسنجان گرفته تا سیرجان، انار، شهر بابک، زرند، راور، کرمان، کوهبنان و بخشی از شهرستان بم، باغداران دسترنج یک سالی خود را برداشت میکنند. پسته کال برای محصول سبز بخوان از نیمه دوم مرداد ما شروع میشه و برای پسته چیدن و خوش کردن همیشه از 15 شهریور حدودا تا عید نوروز حدود نیمی از سال فعالیت پسته ما داریم. در فصل برداشت پسته در هر روز 1 میلیون نفر در جستجوی نان در باغ‌ها و کارگاه‌های فرآوری پسته مشغولند. از سیستان، بلوچستان، از یزد، برسیر، سیرجان، انار، از همه جا کارگر میارن مردم برای پسته چینی. اید کارگرها پسته برداشت میکنیم، میگن کامیون میبر ترمینال. روزی تقریبا بین 20 تا 30 تن پسته تری وارد ترمینال میشه که ما فراوی روش انجام میدیم. کاهش تولید 70,000 تن پسته در کشور نشان میدهد پسته ایران از روزهای درخشان خود در یک دهه گذشته فاصله گرفته. ما در فراوریمون تقریبا 1/4 پارسال الان فعال هستیم، داریم کار میکنیم. خطای تولید ما یکی کامل خاموشه، بقیه هم در روز بین 2 تا 3 ساعت کار میکنن. دیگه کلن پسته در منطقه شهر کرمان خیلی کم بوده نسبت به پارسال. تقریبا ما شاید 60-70,000 تن پستمون در کل کشور کمتر تولید شده و عدد استان هم که همیشه میانگین 100-120,000 تن بود، امسال فکر نکنم بیشتر از 50-55,000 تن بشه. به دلیل سرمازدگی شدیدی که در فروردین ما اتفاق افتاد و گرمای شدیدی که در تابستان داشتیم و طولانی مدت هم بود و همچنین تگرگ و طوفان، محصول ما کاهش پیدا کرد. مشکل کم آبی در دشت‌های پسته‌خیز را هم باید به نوسانات دمایی اضافه کرد. با همه این چالش‌ها پسته ایران اما هنوز در جای جای جهان جایگاه ویژه‌ای دارد. میزان صادرات پسته سال گذشته ایران بیش از 1 میلیارد دلار بوده است. 1399 پسته که از گمرکات کرمان صادر شده در همه قاره، از آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپای شرقی و غربی، شرق آسیا، آسیای میانه، آفریقا، به مقصد 60 کشور دنیا صادر شده. اکنون 50% سطح زیرکشت پسته کشور در کرمان است و این استان 60% پسته ایران را تولید می‌کند. پیشبینی می‌شود امسال 150,000 تن پسته در کشور تولید شود. طلای سبز ایران پس از فراوری روانه بازارهای داخلی و خارجی می‌شود. حمید امیری، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.